سرخط مهمترین خبرها. سفر هیئت پاکستانی به کابل همزمان با بالا گرفتن تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد. مشکلات مهاجرین و اتفاقاتی که در نزدیکی خط در همه اواخر اتفاق افتاده بود بحث‌ها خواهد داشتند. ادامه شکایت ها از تلاشی های خودسرانه در شهر مزار شریف. والی بلخ با انتخاب گفت هیچ کسی بدون حکم محکمه حق تلاشی خانه های مردم را ندارند. و همه ارگان های امنیتی و کشفی و در هر ساحه که اصلی است که همراه ملت و مردم باید رویش مجاهدین خیلی خوب باشد. و ادامه اعتراضات گسترده مردمی در قزاقستان. رئیس جمهور دستور شلیک مستقیم گلوله به معترضان داد و آلمانی ها در واکنش گفتند شلیک که گلوله باید آخرین گزینه باشد. سلام، شب شما بخیر. به این بسته خبری از تمدن خوش آمدید. در پی افزایش تنش‌ها در خط مرزی دیورند میان کابل و اسلام آباد قرار است یک هیئت پاکستانی به افغانستان سفر کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که این هیئت را موعد یوسف مشاور امنیت ملی این کشور رهبری می‌کند. مقام‌های حکومت افغانستان نیز با تایید سفر مقام‌های پاکستانی گفتند که هر دو طرف روی ادامه کمک‌های بشری، گسترش روابط بازرگانی و حل مشکلات به میان آمده در خط مرزی دیورند بحث خواهند کرد. میزبانی کابل تا چند روز دیگر از مقام‌های اسلام آباد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مؤید یوسف مشاور امنیتی ملی این کشور در رأس یک هیئت طی روزهای آینده به کابل خواهد آمد. جانب حکومت افغانستان نیز این مسئله را تایید می‌کند و می‌گویند با این موضوعات مختلف از جمله گسترش روابط تجاری و تنش‌های مرزی بحث خواهد شد. قرار معلوماتی که ما داریم بر مسائل بشری، اقتصاد، تجارت بین دو کشور و مسائل ترانزیتی و همچنان مشکلات مهاجرین و اتفاقاتی که در نزدیکی خط در همه اواخر اتفاق افتاده بود بحث‌ها خواهد داشتند. هرچند تا کنون دو طرف در مورد تاریخ دقیق این سفر چیزی نمیگویند، اما یک مقام بلندپایه پاکستانی به رسانه ها گفته که ممکن این هیئت پس از اواسط ماه جاری به کابل سفر کند. پرسش اصلی حالا اینجاست که چه چیزی پای مقام های پاکستانی را به کابل میکشاند؟ مسئله دیورند یا گسترش روابط بازرگانی؟ پاکستان اکنون دنبال اون بخش دومی کاره یا طرح دومی کار است که حصارکشی را تکمیل بکنه و در این اواخر یک مشکلاتی از سوی طالبان در کشتن اون حصارها به وجود آمدن و حالا میخواد که طالبان راضی بسازه که به لحاظ امنیتی برای فردو کشور شما اجازه بدید که این حصارکشی تکمیل شود. کابل دیورند را خط رسمی نمیداند. و آن طرف اسلام آباد تاکید دارد که دیورند خط رسمی میان این دو کشور است. اونا دیورند منعیس یک سرعت میشناسند، سرعت رسمی نه خط است که ما این منعیس خط میشناسیم. از این راست در هیچ مذاکره خود در حقیقت پاکستانی ها دیورند مطرح نمی کنند، بلکه دیورند منعیس یک خط قبول شده قبول می کنند. و اگر بسیار افغانستان یا کسای دیگه سر از او بحث کنه سر این احصار کشی که بالای خط دیورند اونا انجام میتن سر شاید سر از اینا بحث کنه. نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر، نورستان و بدخشان در امتداد خط دیورند واقع شدند. آن طرفتر برخی از آگاهان بدین باورند که مسئله دیورند یک مسئله تاریخی است که به مردم ارتباط دارد و حکومت ها نیز نمی توانند در این خصوص تصمیم و یا روی آن با پاکستان به توافق برسند. این مشکل ملت افغانستان است و این یک مسئله تاریخی است و زمان این موضوع حل میشه که لویه جرگه افغانستان فیصله کنه. در غیر از او هیچ حکومت، هیچ شخصی حق نداره که
این موضوع خط فرضی که در بین از این دو مملکت است را یا قبول کنه و یا همراهشان همکاری کنه. گفتنی است که خط مرزی دیورند در زمان حکمرانی عبدالرحمن پادشاه وقت افغانستان تای معاهده با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد، اما بعدها با جدا شدن پاکستان از هند افغانستان نیز این خط را به رسمیت نشناخت. کمیته بین المللی نجات با نشر گزارش گفته احتمال دارد 90% مراکز صحی در افغانستان مسدود شود. به گفته این نهاد با مسدود شدن این مراکز میلیون ها نفر از دسترسی به خدمات صحی در این کشور محروم خواهند شد. وزارت صحت عامه نیز میگوید مسدود شدن این مراکز صحی قابل نگرانی است، اما آنها روی طرح کار میکنند که سیستم صحی متکی به منابع داخلی شود. این وزارت همچنین هشدار داده مراکز صحی و شفاخانه هایی که خدمات معیاری را برای شهروندان کشور ارائه نکنند مسدود خواهد شد. شرح بیشتر این خبر با محمد اسلام بهنوش. وزارت صحت عامه یافته های کمیته ملی ارزیابی و نظارت از شفاخانه های دولتی و خصوصی را اینجا همگانی کرد. موږ داسې روغتونونه هم پیدا کړی دي چې د هغوی معیار صفر و صفر په هر لحاظ سره. در گزارش این کمیته آمده بیش از 1600 مرکز صحی به شمول دواخانه ها، مراکز تشخیصیه و شرکت های تولیدی داخلی ادویه از سوی این کمیته در کابل نظارت و ارزیابی شده. در این گزارش آمده 116 معاینه خانه، 6 مرکز صحی، 57 لابراتوار، 96 دواخانه، 34 کلینیک سراپا، 3 عمده فروشی، 3 شرکت تولیدی دوا و 3 شفاخانه خصوصی بدون جواز و به گونه غیر معیاری فعالیت می کردند. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه نیز گفت مراکز صحی که خدمات غیر معیاری عرضه می کنند مسدود می شوند. هاغه روختونونه هاغه رنسپوهان چې اصول ته برابر دي د تقدیر ول دوی ته موږ تقدیرنامې ورکو، او دوی تر څنګ به دریږو دوی به اکمال او تمویل کوو. هاغه څوک چې توصیې او اخترنامې ته ضرورت لري هغوی ته به توصیه کوو، او هاغه چې 100% 80% 90% 80% د معیار خلاف دي، د قانون خلاف دوی خپل خدمات ترسره کوي، د هغوی که تشخیصیه مرکز وی، که هغه روختون وی، که هغه درملتون وی، که هغه فابریکا وی، ده به طول تلل کی. تمام توان خودمون رو جمع میکنیم و سعی میکنیم که سیستم صحت رو سیستمی معیاری، سیستمی که با معیارات جهانی بتانه دوش به دوش حرکت بکنه و در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. وزارت صحت عامه میگوید متعهد به عرضه خدمات صحی با کیفیت، ارزان و معیاری است. عبدالباری عمر که چند پیش برای ارزیابی خدمات صحی به هرات رفته بود میگوید چند شفاخانه و دواخانه به دلیل خدمات غیر معیاری مسدود شده. او همچنان از رفتار غیر مسلکی برخی دکتران و اضافه ستانی آنها از مریضان انتقاد میکند. اصولا باید تست ها و فیس و قیمت دوا، نرخ دوا شاید 1000-2000 باشه و ما از او 4000 بگیریم. این دزدی است. از او دزدی کده که در سر سرک یک دزد استاد است، توفنگ و چاقو دستش است، از یک نفر ساعت و موبایل پیسهش میگیره. او دزد شراب داره به می دزد که از یک مریض دزدی میکنه، از جیب یک غریب و فقیر دزدی میکنه. در همین حال کمیته بین المللی نجات در گزارش تازه‌اش گفته احتمال دارد 90% مراکز صحی افغانستان مسدود شود. به گفته این نهاد با مسدود شدن این مراکز صحی میلیون ها نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم خواهند شد. وزارت صحت عامه هم میگوید مسدود شدن این مراکز صحی قابل تشویش است. و کچرت نریوالی مرشدگار کون که موشیشی عاجل اقداماتونه کی او همدار کړي افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې قاطع ګامونه پورته نکړي. زه په دې باور یم چې افغانستان صحي سیستم به له شدید بحران سره مخامخ شي، او دغه چاره کولی شي د افغانستان د خلکو بشري ناورین ته نور هم شدت ورکړي. با این همه وزارت صحت عامه اعلام کرده که روی طرح کار میکند که سیستم صحی افغانستان متکی به منابع داخلی شود تا چالش هایی که حالا گریبانگیر مردم و حکومت است دیگر نباشد.
با گذشت نزدیک به دو هفته از چهارمین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان به تازگی بار دیگر شماری از علما، بزرگان و شهروندان چندین ولایت از مطالبات شورای علمای شیعه کشور اعلام حمایت کردند. رهبری شورای علمای شیعه افغانستان در کابل اما میگوید حکومت تا هنوز به مطالبات این شورا پاسخ مثبت نداده است. در پی برگزاری چهارمین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان، حالا شماری از شهروندان، شورای علما و متنفذین ولایات فراه، بامیان و ولسوالی گرشک ولایت هلمند تای جلسات جداگانه حمایت همه جانبه ایشان را از شورای مرکزی علمای شیعه افغانستان در کابل اعلام کردند. از طرف شورای علمای بامیان و همه ولسوالی‌های بامیان هم اخلاص مورد حمایت است و حمایت قاطع و همه جانبه را از اون خاص علمای شیعه ما در کابل که در حقیقت نمایندگان مردم شیعه است اعلام می‌داریم. همزمان با این، شورای علمای شیعه ولسوالی پنجاب ولایت بامیان نیز با نشر یک اعلامیه سه‌ماده‌ای مطالباتشان را از حکومت بیان کردند. خواسته هایی که در ماده نخست آن از شورای علمای شیعه کشور حمایت همه جانبه کرده و در ماده های بعدی آن خواستار توزیع کمک های عادلانه به مردم فقیر مناطق مرکزی شدند. به مردم ما اعلام حمایت میکنیم و این خواسته ها هم به نفع ملت و هم به نفع دولت هست. باید سران امارت اسلامی سکوت را اختیار نکنند که از امارات اسلامی خواسته شده که نسبت به امارات شخصیه یک توجه خاصی داشته باشه، که این خواسته همه مردم هست، مخصوصا شیعیان. با این حال شورای علمای شیعه افغانستان در کابل میگویند حکومت تا هنوز جواب مثبتی به مطالبات آنان نداده است. به گفته این شورا تنها راه حل برون رفت کشور از این بحران اتحاد و یک پارچگی تمامی طبقات حاضر در کشور است که مطالبات متذکره این شورا نیز در راستای همین رسالت ترتیب یافته است. من متاسف هستم از صداهای مبنی بر اعلام آمادگی با امارت اسلامی از طرف جامعه تشیع و از طرف سایر اقوام، از طرف مجموعه سیاسی و فرهنگی مختلف تا کنون هیچ کدام پاسخ مثبت دریافت نکرده است. طالبان اگر در این مسیر بخواهند ادامه بدن، من فکر میکنم زمینه را فراهم میکنند برای اینکه تاریخ کشور یک بار دیگر به دست دیگران برند. با این حال تدوین قانون اساسی افغانستان، مشارکت معنیدار همه اقوام و مذاهب، رسمیت مذهب اهل تشیع و جذب نمایندگان از تمامی مذاهب اسلامی در محاکم قضایی از جمله مطالبات عمده شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت کنونی است. در همین حال علمای دینی و باشندگان منطقه جبرائیل هرات نیز با تأکید بر شکلگیری حکومت فراگیر از حرکت اخیر شورای علمای شیعه کشور و مطالبات این شورا اعلام حمایت کردند. به گفته آنان مردم تشیع قشر بزرگ و انکار ناپذیر افغانستان است و باید خواسته ها و مطالبات آنها از سوی حکومت جدید برآورده شود. حمایت همه جانبه علمای شیعه جبرائیل هرات از حرکت اخیر شورای علمای شیعه افغانستان. میگویند حکومت جدید به مطالبات و خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر توجه کند. از حرکت عالمانه، سالم، سازنده و معتدل شورای علمای شیعه افغانستان در کابل تقدیر میکنیم. مردم اهل تشیع افغانستان از سران امارت اسلامی افغانستان انتظار دارد که در مطالبات شورای علمای شیعه افغانستان در کابل که در واقع خواست کل شیعیان افغانستان هست پاسخ مثبت را عنایت بفرمایند.
علمای دین در هرات همچنین میگویند مردم تشیع افغانستان همواره در راستای اعتلا و استقلال کشور تلاش ورزیدند. به گفته آنان رسمی شدن مذهب جعفری و درج آن در قانون اساسی یکی از خواسته های اساسی شیعیان افغانستان است. در قسمت محاکم افغانستان فقه جعفری وجودی فیزیکیش در افغانستان سابقه بسیار طولانی دارند. ما خواهانی هستیم که در محاکم افغانستان قانون احوال شخصیه اهل تشیع همونطوری که در 20 سال قبل به منصه اجرا گذاشته شده بود بر اساس او اگر طرفین قضیه اهل تشیع باشد باید بر اساس او در محاکم تصمیم گرفته شود. مردم هرات هم از حرکت و مطالبات شورای علمای شیعی کشور استقبال میکنند. میگویند پایداری و پیشرفت هر نظام بر پایه حمایت مردمی و فراگیر بودن آن است. ما خواهانی هستیم که امارات اسلامی در قسمت خاص علمای شیعه افغانستان در کابل که مواد را ارائه کردن در قسمت توجه عمیق داشته باشند، به خاطر که اگر بخواهد که یک طرفه عمل شود شاید یک سری دویدهایی به وجود بیاید. حکومت موفقا حکومت میتونند به اهداف عالی خود دست یابند که ملت با خود خود داشته باشند. وقتی بخش عظیم از ملت را با خود نداشته باشند قطعا دچار مشکل خواهد شد. لذا از امارت اسلامی افغانستان صمیمانه تقاضا مندیم که این خواسته ها را انشاءالله مد نظر بگیرد و خواسته های گزاف و بیمورید هم نیست. حمایت از حرکت اخیر شورای علمای شیعی کشور در حال در هرات صورت میگیرد که این شورا چهارمین دور نشست عمومی خود را نزدیک به دو هفته قبل و با حضور اقشار مختلف جامعه تشیع در کابل برگزار کرد. باشندگان ولایت بلخ از تلاشی های خودسرانه نیروهای امنیتی در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند نیروهای امنیتی به گونه خودسرانه منازل رهایشی را تلاشی میکنند و در امور شخصی مردم مداخله مینمایند. مسئولان محلی بلخ اما این اقدامات را خلاف قانون دانسته میگویند هیچ کسی بدون حکم محکمه حق تلاشی منازل را ندارد. شکایت ها از تلاشی خودسرانه منازل توسط نیروهای امنیتی در ولایت بلخ، موضوعی که تازگی ندارد و بارها در مناطق مختلف کشور گزارش های از این دست پخش شده است. حالا اما مسئولان محلی بلخ میگویند هیچ نیروی امنیتی بدون حکم محکمه حق تلاشی منازل را ندارند و از نیروهای امنیتی میخواهند تا با مردم برخورد خوب کنند. او افراد خامخا صف است و بعضی میشه کسانی باشه که و همراه مردم رویه خوب ندارن، رویه خشین دارن. ما هم پیام ما با او ای است که باید همراه ملت و مردم ما خیلی یک رویه اسلامی و با خوب انداز اخلاق و باید رویه داشته باشن تا که مردم ما آزار اذیت نبینه. باشندگان مزار شریف نیز از مسئولین میخواهند جلوی افراد فرصت طلب و کسانی که دست به کارهای فراقانونی میزنند را بگیرند و آنان را به پنجه قانون بسپارند. جلوی افرادی که از نام و نشان امارت اسلامی استفاده میکنند و تلفن‌های مردم در شهر داخل شهر و همچنان توقف‌های گاه ناگاه از نام امارت اسلامی استفاده میکنند جلوی ما افراد بگیرند و اونا را به جزای اعمالش برسند. ما از امارت اسلامی ایر خوان هستیم که به نام امارت اسلامی و همچنان به نام عمل بالمعروف گروهی هستند که مردم را آزار و اذیت میکنند. از یا تا خواهش ما ای هست که همچون کسایی که چنین کار را میکنند دستشان را بگیرند و به پنجه قانون بسپارند. از سوی هم مسئولین محلی بلخ میگویند کمیسیونی را برای شناسایی افراد نامطلوب از صفوف نیروهای امنیتی ایجاد کردند که تاکنون بیش از 1000 تن از صف نیروهای امنیتی به عنوان افراد نامطلوب اخراج شدند. و حالا چند خبر کوتاه. شب گذشته یک لاین برق وارداتی ازبکستان به دلیل عارضه تکنیکی در شهر پل خمری ولایت بغلان قطع شد. مسئولان در ریاست حوزه برق ولایت پروان میگویند در حال حاضر به شمول بخش‌های از کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر برق 8 ولایت دیگر نیز قطع شده است.
گفته شده که تیم‌های ریاست برشنا در حال جستجوی آرزه تکنیکی هستند، اما تا کنون موفق به رفع آن نشدند. در ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، به تازگی وزارت خارجه هند از رسیدن 3 محموله از کمک‌های این کشور به افغانستان خبر می‌دهد. گفته شده این کمک‌ها شامل 2 دوا است که به شفاخانه اندراگاندی صحت طفل در کابل انتقال داده شده است. در این حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته شماری از تاجران پاکستانی در شهر کراچی بیش از 85 تن مواد غذایی و سایر اقلام ضروری را به افغانستان کمک کردند. این کمک‌های بشری به مسئولان کنسولگری افغانستان در شهر کراچی پاکستان تحویل داده شده است. سفارت افغانستان در پاکستان گفته قرار است این کمک‌ها به کشور انتقال و به نیازمندان توزیع شود. فلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، راه حل بحران بشری در افغانستان را در گفتگوی دوجانبه میان جامعه جهانی و مسئولان حکومت فعلی افغانستان می‌داند. او می‌گوید زمانی که در کابل بوده به مسئولان حکومتی گفته اگر می‌خواهند پل‌های افغانستان آزاد شود باید یک جا با جامعه جهانی گام بردارند. به گفته او، مسئولان حکومت فعلی افغانستان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان بسیار متفاوت است. در ادامه می‌بینید. انتقاد پی همه سران ناتو از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین، غربی ها همچنان مسکو را به اعمال تحریم ها متحدید می کند. و ادامه اعتراضات گسترده مردمی در قزاقستان، رئیس جمهور دستور شلیک مستقیم گلوله به معترضان داد و آلمانی ها در واکنش گفتند شلیک گلوله باید آخرین گزینه باشد. و حالا گزارشی از قزاقستان. مقام‌های قزاقستانی از بازداشت بیش از 4000 نفر در جریان اعتراضات اخیرین کشور خبر دادند. آنان گفتند در میان معترضان اتباع خارجی نیز حضور دارند، اما نگفتند که این افراد از کدام کشورها هستند. با این حال رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته به نیروهای امنیتی دستور داد که بدون اطلاع قبلی به معترضان شلیک کند. وزارت خارجه آلمان در واکنش به این دستور اما گفته که خشونت و گلوله‌باری آخرین مرحله است و دولت قزاقستان باید مسائل حقوق بشری را در نظر بگیرد. اعتراض خشونتبار در قزاقستان، اعتراضی که به دلیل افزایش قیمت گاز مایع آغاز شد اما به سرعت گسترش یافت و به خشونت کشیده شد. مقام های قزاقستانی از بازداشت 4000 نفر از معترضان خبر داده و گفتند در میان معترضان اتباع خارجی هم حضور دارند. رئیس جمهور این کشور نیز دیروز جمعه با دستور امر شلیک مستقیم به معترضان گفت پلیس می تواند بدون آگاهی قبلی معترضان را به گلوله ببندند. دستوری که با واکنش های گسترده روبرو شده. از جمله سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت استفاده از گلوله آخرین مرحله است. از همین رو دولت قزاقستان باید از حوصله کار بگیرد. رئیس جمهور قزاقستان دستور شلیک مستقیم به معترضان را صادر کرده. ما وضعیت در قزاقستان را دنبال می‌کنیم. اما از نظر آلمان استفاده از نیروی مرگبار و مهمات جنگی علیه غیر نظامیان درست نیست. بل استفاده از گلوله آخرین مرحله است. از وضعیت فعلی قزاقستان جزئیات زیادی در دست نیست، اما ظاهرا پس از حضور 2000 نیروی حافظ صلح سازمان امنیت جمعی به این کشور اعتراض‌ها کنترل شده است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز گفت نیروی حافظ صلح این سازمان برای مدت محدود در قزاقستان خواهد بود. نیروی حافظ صلح سازمان امنیت دست جمعی به قزاقستان مستقر شدند. این نیروها برای زمان محدود در آنجا باقی خواهد ماند. این نیروها شامل نیروی زمینی و هوایی است که برای استقرار نظم و نظامیان قزاقستان کمک می کند. اما از دید امریکا حضور نظامیان کشورهای خارجی در قزاقستان برای کنترل معترضین سوال برانگیز است.
آنتونی بلینکین میگوید قزاقستان میتوانست خودش این اعتراضات را مدیریت کند. همانطور که گفتیم، محرک های بسیار خاص در مورد آنچه در قزاقستان رخ داده وجود دارد. موضوع به مسائل سیاسی و اقتصادی مربوط می شود، برخلاف آنچه که در مرزهای اوکراین رخ می دهد. با این حال من فکر می کنم که تجربه تاریخی اخیر نشان داده وقتی که روسها در خانه شما آمدن، گاه اوقات کشیدن آنان دشوار خواهد بود. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور قزاقستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعتراض‌ها و همکاری‌ها برای برقراری نظم در قزاقستان گفتگو کردند. ناتو بار دیگر ناوقت دیروز در مورد تنش‌ها میان روسیه و اوکراین گفتگو کردند. ینس استولتنبرگ میگوید روسیه تاکنون گام برای کاهش تنش‌ها بر نداشته و این اقدام روسیه امنیت اروپا را تضعیف کرده است. دبیر کل ناتو گفت وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بار دیگر تعهد کردند که در برابر هر گونه اقدامات روسیه از اوکراین دفاع میکنند. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز روسیه را به روایت نادرست در مورد تقابل با اوکراین متهم کرد و گفت این کشور به جای کاهش تنش‌ها به حضور نظامیش در مرز اوکراین ادامه داده است. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و نگرانی از وضعیت امنیتی اروپا اینجا در بروکسل گرد هم آمدند. پس از این نشست، ینس استولتنبرگ در نشست خبری از ادامه دادن این تنش‌ها از سوی روسیه اظهار تأسف کرد و گفت اقدامات اخیر روسیه اعلام یک درگیری واقعی از جانب روسیه است که امنیت اروپا را با خطر مواجه می‌کند. دبیر کل ناتو گفت با آن هم ناتو در دو جهت و تلاش‌هایشان ادامه می‌دهد، یکی بازدارندگی و دفاع قوی از اوکراین و دیگری حل تنش‌ها از طریق گفتگو با مسکو. ناتو بر روی کرد دوگانه‌اش در قبال روسیه متحد است. بازدارندگی و دفاع قوی از اوکراین و گفتگوی معنادار. این سیگنال مثبت است که روسیه اکنون آماده است تا به میز مذاکره بیاید و گفتگو کند، زیرا زمانی که تنش‌ها بالاست، گفتگو از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما دبیر کل ناتو از هماکنون به نتیجه این مذاکرات چندان امیدوار به نظر نمی رسد. ناتو با حسن نیت با روسیه وارد گفتگو خواهد شد، اما ما همچنان به شکست این مذاکرات هم آماده باشیم. بنابراین در نشست امروز وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو ابراز داشتند که هر گونه تجاوز روسیه بر اوکراین عواقب بد و پرهزینه برای روسیه خواهد داشت و آنان تعهد کردند که در کنار اوکراین می ایستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز گفت روسیه نه تنها که تاکنون با کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام نکرده، بل تلاش دارد نشان دهد که خطری از جانب اوکراین روسیه را تهدید می‌کند. روسیه گامی عملی در راستای کاهش تنش‌ها بر نداشته، بل وقت کشی کرده و روایت نادرست مطرح می کند، مبنی بر اینکه روسیه در معرض تهدید اوکراین و ناتو قرار دارد تا اینکه بتواند حضور نیروهایش را در مرز کشورهای شوروی سابق را توجیه کند. قرار است روسیه با کشورهای غربی در آینده نزدیک به هدف حل این تنش‌ها وارد گفتگو شود، اما هنوز زمان مشخص آن اعلام نشده است. از وضعیت آب و هوا هم بدانید. کابل نیمه ابری دوه منفی هشت، بامیان آفتابی منفی شش منفی سیزده، جلال آباد نیمه ابری پانزده چهار، غزنی نیمه ابری منفی یک منفی ده، قندهار نیمه ابری 11 صفر. قندوز نیمه ابری 10 1، لشکرگاه آفتابی 12 1، مزار شریف آفتابی 9 1، نیلی آفتابی منفی 2 منفی 10،
هرات آفتابی 11-1. اسلام آباد نیمه‌ابری 15-5، تهران آفتابی 13-4، دبی آفتابی 23-14، دهلی نیمه‌ابری 19-9 و مکه آفتابی 32-22. و در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سفر هیئت پاکستانی به کابل همزمان با بالا گرفتن تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد. مشکلات مهاجرین و اتفاقاتی که در نزدیکی خط در اواخر اتفاق افتاده بود بحث‌ها خواهد داشتند. ادامه شکایت ها از تلاشه های خودسرانه در شهر مزار شریف. والی بلخ با انتقاد گفت هیچ کسی بدون حکم محکمه حق تلاشی خانه های مردم را ندارند. و همه ارگان های امنیتی و کشفی و در هر ساحه که اصلی است که همراه ملت و مردم باید رویش مجاهدین خیلی خوب باشد. و ادامه اعتراضات گسترده مردمی در قزاقستان، رئیس جمهور دستور شلیک مستقیم گلوله به معترضان داد و آلمانی ها در واکنش گفتند شلیک گلوله باید آخرین گزینه باشد. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری امشب که تقدیم حضور شما گردید. شبتان بخیر. خداوند نگهدار.